و ما خبری از عراق فرمانده پلیس فدرال عراق گزارشی از فعالیت این نیروها را ارائه کرد فرمانده پلیس فدرال عراق از آزادسازی بیش از 575 منطقه مسکونی در سراسر این کشور و به شهادت رسیدن بیش از 325 نیروی پلیس در جریان نبرد با سنی های تندرو در غرب موسل خبر داد. سپه بود را شاکر جودت فرماندهی پلیس فدرال عراق ضمن تاکید بر اینکه قوی ترین سرکردگان و عناصر مسلح داعش و بیشتر تسلیحات آنها در بخش قدیمی شهر مرکز استان مرزی نینوا در شمال غرب این کشور قرار دارند خاطر نشان ساخت شماری زیاد از انبارهای سنیهای های تندرو منهدم شده و بسیاری از سرکرده های آنها نیز به حلاکت رسیدند. فرمانده پلیس فدرال عراق با اعلام اینکه بیش از 325 نیروی پلیس در جریان نبرد آزادسازی بخش غربی شهر موسل از اشغال سنی های تندروی داعش به شهادت رسیدند افزود نیروهای پلیس تاکنون بیش از 575 شهرستان بخش و محله را در سراسر کشور عراق از سنی های تندرو بازپس گرفتند وی همچنین افزود نخستین همکاری اعتلاف بین المللی موسوم به اعتلاف مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا با پلیس فدرال عراق در جریان نبرد آزادسازی موسل بوده است فرماندهی پلیس فدرال عراق در پایان سخنان خود بر ناکام گذاشتن پروژه های فرق گرایی و تجزیه این کشور تاکید کرد و گفت ما همیشه این حق را داریم برای خود محفوظ می دانیم که از کشور خود دفاع کنیم و تروریست ها را از آن بیرون برانیم.